بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ساختار انسان قدرت، قرآن و توانمندی بزرگترین مخلوق الهی انسانه. انسان بزرگترین خلقت، پیچیده‌ترین خلقت رو داره که وقتی میگیم عالم کبیر یعنی انسان، بدن صغیره، انسان کبیره. وقتی میگیم این دنیا کمیتش بزرگه، کیفیتش کمترینه نسبت به پیچیدگی انسان. این انسان به این بزرگی ساختار متفاوت، چینش‌های مختلف، ریزش‌های گوناگون رو داره که در نهایت سه فراز در این انسان ظاهر میشه. یک فراز افتادگی، نفلگی، خورد شدن، شکسته شدن در انسانه. دو، برجستگی، بزرگی، پیروزی در انسانه. و ساختار سوم، سلامت در انسان، سعادت در انسان. که می گفتیم اگر کسی دنیای سالمی داشته باشه سعادت پیدا میکنه. سلامت علت سعادت میشه. اما اگر یک کسی سلامت نداره هرگز به سعادت نمیرسه. یه انسان افتاده، شکسته، خورد شده، یک انسان فقیر، گرفتار، این به سعادت نمیرسه، حتی فقیر. سه ساختار پیچیده در انسان هست. اولین افتاده ها. چقدر از انسان ها کاستی، کجی، سستی، نفلگی، خوردگی در توانشون پیدا میکنن. اینها مادیش، معنویش، ایمانیش، کفریش فرق نمیکنه اصلا. ما رفوزه خیلی داریم تو بشر، رفوزه بسیاره. لذا عرض کردیم خدا را خسته میکنن انسان ها، خدا را عصبانی میکنن. خدایی که میاد میگه فتبارک الله احسن القالمین کرمنا بنی آدم، میگه به به چی کار کردم. فتبارک الله احسن القالمین، انسان را که خلق کرده دست داده زیر این طبقهش، میگه به به چی کار کردم. اینقدر تعریف میکنه کرمنا بنی آدم، بنی آدم رو اینطور کردم اونطور کردم. آقا عصبانیش که میکنی، میگه تکت یدا عوی لحبن و تب زهرمانت بشه، کفت دیشنگه بمیری، عصبانی شده دیگه. بذار چی گفت آیات رو؟ پیغمبر نفرستادم گفتی چرا نفرستادی، فرستادم گفتی چرا ملک نشد، آدم فرستادن گفتی چرا دوتا نشد، چرا یکی شد، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، همش تو اشکال کردی. رفوزه ها خیلی هستن، انسان ها خیلی هاشون رفوزه شدن. اصلا عالم ناسوت آبش کمه. این سیب زمینی شما بریزی تو آب می بگیری، سیب زمینی آبش کمه، این به اندازه گلابی آب نداره. این هویج آبش بیشتر از سیب زمینیه، آبش بیشتر. اصلا یه وقتم آب داره، آبش عنصر نداره. این هندونه رو بریز همش آبه، اما یه خورده قند داره، به درد خیلی چیزا نمیخوره، مضر هم هست. پس میبینیم
عالم ناسوت آبش کمه. ببین اکثر هم قرآن چقدر اکثر داره؟ لا یعقلون لا یؤمنون کار هم فاسد چی اکثر رفوزه شدن، اکثرا رفوزه شدن. این یک فازه. در همه اقوام ملل که ما دنبال بکنیم اکثرا کم آوردن، اکثرا کم آوردن. حالا این کم آورده رو جا بذارید فاز دوم، پیروزی. آقا مردم همش دنبال پیروزی هست، خواهد موفق شه پیروز بشه، به ظلم پیروز شه، به جنایت پیروز بشه، به زور پیروز بشه، پیروزی. حالا ببینید سقف جهان همش تبلیغ از پیروزی میکنن. آقا این میخواد پیروز شه، اون میخواد پیروز شه. اگه شده نفله کنه، بکشه، نابود کنه، خورد کنه، میخواد پیروز بشه. مرغ یه پا داره، من باید پیروز شم به هر قیمتی، با ظلم با ستم میخواد پیروز بشه. اینم نابود میشه. مربیای ما، بغلای ما، دنیای ما هی ما رو تشویق میکنه به پیروزی. پیروزی هم یعنی نابودی. تو کشتی نامردی میکنه، تو فوتبال نامردی میکنه، تو جامعه نامردی میکنه، تو زندگی نامردی میکنه. فقط میخواد پیروزی. اصلا مهم میشینه که پیروز شه. اصلا کاری نداره که ظلم، جنایت، ستم، مهم نیست. سرش من زیر آب بکنم، هر چی میخواد بشه بشه. کشتی میگیره، میگرده ببینی کجاش ضعیفه، بزنش، نامردی. خدا هم کشتی میگیره، اما میگرده ببینی کجاش قویه، میگه من از هم قویه تو شروع میکنم. یه انسان وارسته جوانمرد وقتی که کشتی میگیره نباید جاهای ضعیف رو بگیره. این اگه جاهای ضعیف میگه مچش ضعیف میره هی دنبال مچش. آقا این کمرش چیه؟ میره دنبال کمرش. من اینقدر اذیت میشم الان تو بوکسه داره بوکس میره کاراته داره میره. آقا این پاش تاب برد هی میزنه رو پاش، هی میزنه رو پاش، میخواد این پا الان خراب شده دیگه، اینقدر میزنه رو پا که اینو نابودش کنه. این کثیف‌ترین نوع ورزشه. وقتی یه جاش پیچ برداشت، تاب برداشت، دیگه نباید دستش بزنی. نه اینمدن تو ورزش بگن آقا این ورزش ظلمه، آقا این پا پیچیده دیگه دستش نزن. آقا اینقدر میزنه که این پا رو بشکونه. نامردی، ناجوانمردی، جنایت. ما تمام سیستمی که تو دنیا داریم الان جنایته. آقا این کلک میزنه، فیلم بازی میکنه، ظلم میکنه، ارسنم میخواد بزنه، میخواد پیروز شه دیگه. یعنی هدف پیروزیه. الان جامعه ما اینطوریه، همش دنبال آقا موفقیت هم پیروزی هم، ولو با جنایت، ظلم، نامردی، فساد میخواد پیروز شه. اگه دو تا کاسه من ببین فیلم بازی میکنم، اگه دو تا عالم من ببین فیلم بازی میکنم، اگه دو تا نمیدونم چی هم فیلم بازی میکنم. حالا شو فرض همه رو تو گرفتی چی؟ سم مازا همون بابا سم مازا حالا همه رو تو گرفتی از چی میشه؟ چهار سال دیگه یکی میاد اونم به تو نامردی میکنه. سیستم موجوده امروز دنیا پیروزیه به هر قیمت، موفقیت به هر جنایت. نیزلا همش دنبال پیروزی میگرده. این بلد نیست بالانس کنه زندگی رو. این یه طرف است، فقط دنبال پیروزیه. ظلم، ستم، بیچارگی. الان خیلی بد روزگاری شده. شما این حرف خوبم که میزنه دروغ داره میگه، همه حرفا خوبش هم دروغه، میخواد پیروز شه. منافقین رو ببینید قرآن وقتی بیان میکنه اش اینا
اشهد انک رسول الله، شهادت میدن به رسالت تو، ولی انهم لکاذبون، دروغ میگن. بابا چه دروغی میگه؟ پیغمبری دیگه داره میگه پیغمبری، دروغه. میگه آره اینو میخوام پیروز شن، دروغ میگن، قبول ندارن تو پیغمبری. الان تربیت جامعه ما که این همه قتل و غارت و کشت و کشتار و میبینید عراق رو، پاکستان رو، افغانستان رو، نمیدونم کجا رو، چی 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 چی، فقط آقا میخواد دیروز به هر قیمتی، به هر کاری میخواد دیروز بشه. اینا دسته دوم از بشرم تو در طول تاریخ هم بوده، همیشه هم بوده، الان دیگه بسیار زیاد شده، الان دیگه شارت شده. اینا یه سر آدم هم. در باب معرفت میگفتیم چی؟ عدالت دو تا انشعاب داره، شجاعت دو تا انشعاب داره. این متحوره، بیباکه آقا، این بیباکه، شجاع نیست. یکم جبانه، ترسوه، این ترسوه، این همون فایل اوله، همه ریختن. این متحوره آقا، از 20 متر میپره، از آسمون میپره، اینطور میکنه، اونطور میکنه، این آقا متحوره. شجاع کیه؟ شجاع اونی که گاهی مثل جوان رفتار میکنه، گاهی مثل متحور، یعنی رو حکمت حرکت میکنه، رو عدالت حرکت میکنه، رو سلامت حرکت میکنه. پاش میفته اینطوری میشه، پاش میفته که اونطوری میشه. بالانسه، دو فراز رو داره، یک زمینه رو داره که عدالته. عدالت رو داره، حالا میتونه شجاع باشه. اگر عدالت رو نشتوشه شجاع نمیتونه شه. این یا ترسو هم، یه مش آدم ذاتن ترسو هم. یا متحوره، میگه من با عرض کنم هلیکوپتر چیه؟ اخیراً دیدید که من با هواپیما میام رو زمین، هلیکوپتر چیه؟ این متحوره، ولی میره خونهش ممکن از زنش میترسه، جبانه، یه سر حریفه. خداوند قرآن رو، پیغمبران رو، انبیا رو فرستاد داره چی؟ بالانس بشه انسان. بالانس چیه؟ یه جا امیر مؤمنان خیلی هم میترسه، خشیت، خوف از خدا، یه جا شجاعت داره، اونطور میشه. یه جا این بچه یتیم رو به کولش سوار میکنه، سرش رو تو تنور میکنه، میگه ای اول حسن، ای ببین آتش چگونه است. یه جا هم آقا کسی تو چشمش نمیتونه نگاه کنه. پس خداوند این انسان به این بزرگی رو به سه زمینه قرار داد. یه زمینش ریخته ها، بزدلا، ترسوها، عقب مونده ها. یه دسته پیروزها، قویها، فرعونها، شدادها، نمرودها. آقا پیروز شد آقا. الان میبینید آمریکا رو، چند تا کشور اسلامی رو نفله کرد، ریخت، داغون کرد، فلان کرد. ولی این کشورهای اسلامی عقب موندن، نادونن، ضعیفن، سستن، آلت دست اینا واقع میشن. دیدید؟ یه ما قرآن آتیش دار، یه قرآن خراب کردن، آتیش دارن، آقا یه ما چقدر کشته شد؟ اون قرآن آتیش میزنه، اینا میمیرن. همش هم فیلمه، سیاسته، همش دارن تست میکنن مسلمان ها رو. اخیراً دوباره دیش کار کردن، چند تا رو کشتن، چند نفری واسدن روش بول میکنن، میشاشن روش. بعد آقا اشتباه شده، آقا باید نه بابا،
تمامشون برنامه از سیستم نقشه است. چند تا مسلمان رو کشتن و روش بای نیستن بولی میکن. فیلم هم ور میدارن تو دارن تنگیزن بعد میگن اشتباه شده. اون موقع چی بود؟ تو جنگ. شیمیایی میزنه میگه نه ما نزدیم. این ور میزنه میگه اشتباه شده. باد آورده. باد آورده. باد شیمیایی آورده میگه آره باد آورده. ما نبودیم. ما اصلا این کار رو نمیتونیم. استغفر الله. نعوذ بالله. سه ساختار تو اسلام، تو دنیا، تو بشر قدرته. یک رفوزه ها هستن. آقا اکثرشون رفوزه شدن. دسته دوم پیروزا هستن. دسته سوم انبیاء الهی، اولیاء خدا، سالما هستن. پیروزا همشون سالم نیستن. میشه یک کسی پیروز بشه سالم بشه، میشه یک کسی شکست بخوره سالم باشه. میگه من نه دنبال پیروزی هم نه دنبال شکست، من دنبال وظیفه‌ام هستم، سلامتم هستم، من دینم هستم. این امام حسین با این همه شجاعت شکست هم میخوره سالم هم هست. سخته ها آدم دو تا جبهه حرکت کنه، یعنی و یکی چیز ضعیفه که نفله میشه هیچ، یکی هم آقا فقط گذاشته رو شاق که پیروز بشه. خب این هم هیچ، یا یک کسی این ور باید حرکت کنه، این ور حرکت کنه، اینطوری حرکت کنه، اونطور حرکت کنه، اقتضاعات یه عوض میشه، آدم بالاخره چیکار کنه؟ خیلی سخت میشه. پس مؤمن بودن، پیغمبر بودن، از اولیاء خدا شدن، سالم بودن خیلی سخته. این فاز سهه. فاز یک روی شکست خورده است. فاز دو پیروزا هستن. فاز سه سالم ها هستن. شما در فقه چی میگفتید؟ آقا ظلم حرامه. ظلم بخش نداره. خب خیلی راحته. آقا من ظلم نمی کنم دیگه. هیچی. راحته. اما دروغ چی؟ ظلم حرامه. دروغ چی؟ دروغ؟ نه، یه جایی حرامه، یه جایی واجبه، یه جایی مستحبه، یه جایی مکروهه. بالاخره من چیکار کنم؟ دروغ بگم یا نگم؟ یه کسی تو باب دروغ حتما باید عالم باشه. ولی نمیدونه چیکار کنه. یه جا ممکنه دروغ بگه معصیت کرد. یه جا ممکنه راست بگه معصیت کرد. در فقه میگفتیم ظلم نکردن راحت، آقا چشمش میبنده که من ظلم نمی کنم. خب باش. اما چشمش میبنده که من دروغ نمیگم. آقا خب بی خود میکنی، یه جا باید دروغ بگی. اه خب من اگه دروغ بگم عادت میکنم به دروغ. یه ها اگه سالم باشی به هیچی عادت نمی کنی. به وظیفت عادت میکنی. هرچی وظیفت شد عمل میکنه. خیلی هم سخته ها. آقا این فازسه خیلی سنگینه. خیلی بالاخره ما چیکار کنیم؟ ما دروغ بگیم نگیم؟ یکی میگه آقا تا دروغ هست راست نگو اصلا. مثل امروز روزگار ما اینطوری شده. آقا تا این دروغ گیرش بیاد دروغ بگیم. میگم راست نگو، یه وقت عادت میکنی. عادت دیگه. شما درست که تعطیلی روز سوم نمیتونی بیای درس. میگه کاش که امروزم تعطیل بود، ما یه گلم میدادی. چرا؟ عادت کرده. خب حالا این مؤمن نباید به عادت بیفته. بعد چی؟ آه من گفتی واجب انجام، گفتی حرامه، گفتی مستحب، گفتی هر کار گفتی من همون کار میکنم. میتونی؟ آره. میشتی یک وسیله. آقا برو زندگی، برو دو، سه، چهار عقب جلو. آقا این چه قشنگ سیستمش پیاده شده. حالا این دنده عقب نره، دنده سنگین نداشته باشه، دنده سبک نداشته باشه، مفت نمی از این ماشین. ضعفا آقا دندهشون سنگینه، هیچ زورم میزنه، پدر خودشون در میاره، نمیتونه زندگی. اون پیروزا دنده چار و پنجشون خیلی عالی، دنده سنگین ندارن اصلا.
اینا همش میخواد پیروز شکلی بشه. مؤمن خیلی سخته. آقا یه جا باید دروغ بگی قصد قربت کنی، یه جا باید راست بگی قصد قربت کنی، یه جا مستحب میشه. خیلی سخته واقعا. لذا این سخته. فاز اول رفوزه ها، فاز دوم پیروزا، فاز سوم سالما. این سالما مؤمنا هستن. پیروزا هم شکست خوردن، در کلشون در میارن شکست هم میخورن. حالا شما این فاز یک دو سه رو ببین تو باب قدرت قرآن چجوری بیان میکنه. همین سوره قصص رو که دارم توانمندی هاش رو قدرتش رو دنبال میکنم، ببینید موسی میخواست چیکار کنه؟ میخواست سالم بمونه. فرعون میخواست چیکار کنه؟ با شانتاج، با شلوغی، با حکبازی، با جادوگرا، با آقا میخواست موسی رو از معرکه دور کنه. میخواست پیروز بشه. زبانش رو ببینید. در همین سوره قصص میفرماید آیه 38 و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. مردم غیر من خدایی نیست. این چی میگه این بابا؟ داره شانتاج میکنه. اصلا غیر من خدایی نیست. هم داستان عرض کردم سعدی گفت من از کجا یه زن سالم پیدا کنم؟ چی نمیشه اعتماد کرد؟ حالا من تو خود سالمی الان میبینی میخوام برای ازدواج کنم، میگم من میخوام یه زن پیدا کنم سالم باشه. تو خود سالمی که دنبال سالم میگردی؟ واقعا همش دیگه همه دیگه جامعه یه ساختار داره. سعدی گفت من میخوام یه زن اینجوری، هم رو یه بچه شیرخوری رو آورد و بزرگش کرد و بعد داشت ازدواج کرد. گفت یه باغ بزرگ داد، گفت اینجا دنیاست، اونجا میرید یا آخر است، هیچ کنی هیچی نیست اصلا. گفت اصلا ندونه مردی تو دنیا هست. میبینید گاهی ما هم حدیث میکنیم ما. این تقدره ان لا تعرفت غیر و کفر. اگه میتونی زن تیجه در رو کسی هیچ کره نشناسه، یعنی بکنش تو قوطی، بکنش تو کیسه، بکنش تو صندوق خونه. آقا این زن مفت نمیارزه، زن همه رو بشناسه. اومد اگه سالم بود ارزش داره. اینکه کسی رو نشناسه چه ارزشی داره؟ این علما چقدر این برون بر میکنن چه یه وقت خدا نکرده چشمی به نمیارم چادر مبارک بیبی نیفته، بیفته چه میشه؟ بالاخره سعدی این کار کرده بود. بعد یه وقت درارم در نذاشته بود، تو خونه در نداره که، خودش نورده بود میذاشته میرفته. این زنه میگه بذار اینم بالا چه خبر، آخرت کجا چجوریه؟ میره آخرت دیگه ببینه او یه قافل ده چقدر آدم، یه بیلمزم پای این رودخونه پایین دید جو بوده قاب بوده خورخور میکرده، یه دیگه میندازه سرش بیدارش میکنه میگه الیه الیه بیا بالا، میبرش بالا و اون دم دست رو. آه چرا دروغ میگی؟ ببینید فرعون چی میگه. میگه یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله، اصلا غیر من خدایی نیست. این چی میگه؟ اما این زن ساعتی میخواد مردم رو تربیت کنه. آقا چطور غیر تو خدایی نیست؟ این همه بود، این همه چی؟ میگه خدایی نیست. خب حالا چیکار کنیم؟ خب خدایی نیست. فاوقد لی یا هامان الاتین فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی و اینی لعظنه من الکاذبین. یه چیز نیست من برم آسه میدم خدای موسی، من گمان میکنم دروغ میگی. تو الان گفتی علم تو، حالا میگه زنن تو. بالاخره تو میدونی خدایی نیست یا شک داری خدایی هست؟ نمی تو یه آیه دروغ میگه.
دو جور حرف میزنه. سالم نیست. شما میبینید تو سیاست، سیاست نداره گاهی دروغاشون همچین را میره. چون آدم دروغو معلوم میشه. را میره دروغ میگن آقا. نه خودشون را میرن دروغ میگن. اصلا حرفش که داره را میره دروغ میره. خب تو گفتی ما علمت لکم من اله هنگه. خدای دیگه نیست اصلا غیر من. خب تموم شد. بعد میگه فعاق دیگه هامان علتین تج علی سر هم لعلی اتل او اله. من دارم اتل او. ولی و اینی لعظه نهومه اصلا نیست خدایی. الان من احتیاطا الاحبت و الاحتیاط میرم. خب اگر تو گفتی ما علم تو دیگه از اون نهوی این چی دروغ داره میگه. مردم هم قبول میکنن. خدا چیکار میکنه؟ پدر اون مردم رو با این سر اونو با هم در میاره. ببین آیه 39 وستک بره. خدا میگه این متکبر دروغ داره میگه. وستک بره و بر به به و جنود و حوفه ترس بغیره. بالاخره الولده سر ربیه الناس علا دیل ملوکه هم. این ملوک وقتی دروغ میگن مردم هم دروغ میشن. پدر مادر وقتی دروغ میگن بچه هم دروغ میشن. فرقی نمی کنه. و سک بره هوه یعنی فرعون و جنود او جفتشون متکبر شدن. فی الارض به غیر الحق و ظنوا انهم الینا. گفت آقا خدایی که اعتقاد نداره فقط موسی رو باید یه جور جلو را بردارن. اینا پیروزا هستن. به هر قیمت میخواد پیروز شه. به هر دلیل میخواد پیروز شه. و هر عنوان میخواد پیروز بشه. خب چی میشن؟ خدا پوستشونو قلفتی میکنه. فأخذناه و جنوده. ببینید نگه آقا اون بد کرده. نه همه بد کرده. ظلم فرقی نمیکنه. اگه یکی کرد یکی هم متابعتش کرد اونم ظالمه. هم در عشق تو بستک داره خوب از جنوده او. هم در عذاب فرمود فأخذناه و جنوده او. فنبذناهم فی الیم. همش رو رسید تو دریا. این پیروزی اینه. به هر قیمت بخوای پیروزی. خب ما چی؟ اینا رفتن تو دریا. برای ما قصه که نمیگه. میگه فنزور کیف کانه عاقبت ظالمی. نگاه کن چی کارشون گرم. تو موضوع خودت باشی. ولی ما اصلا موضوع نیستی. باز ما زرنگی میکنیم. فیلم بازی میکنیم. زور میگیم. قلدری میکنیم. هر کاری از دست و میاد برای پیروزی میکنیم. فنزور کیفه کان عاقبت ظالمی. نگاه کن این همه پیروزا کجا رفتن؟ شداد، نمرود، نمیدونم هارون، قارون، چی آقا همه شد رفتن. هر چی پیروز بود نفله شد رفت. آقا پیغمبرا کجا؟ یه اشکال. خب میگی شداد، نمرود کن، پیغمبرا کجا گم شدن؟ گوشه میگی 100,000 124,000 پیغمبر رو 40,000 هم نمیشناسیم. همه‌شون نابود شدن رفتن. هیچ. نه چند تا پیغمبر ما میشناسیم؟ 30 تا 40 تا. بعضی‌هاش هم مشکوکه پیغمبر بودن یا نبودن. ما بقیشون آقا ظلم نابودشون کرد. پیغمبرا که ظلم نمی‌کنن. راست میگی. ما تو جامعه شناسی اومدیم اینا رو همه رو بررسی کرد. این پیغمبر که نازنین بود این جز اون سلامتی ها بود. خوب بود. افتاد دست وارث. وارث خارس تابعین 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 اونا ظلم کردن نابود شد. حالا اینا ظلم کردن خود اون پیغمبر هم آب برداشت برد گم شد. من دارم سوال میکنم از شما.
120,000 پیغمبر با 40 تا اصلا قابل مقایسه نیست. کوشم همشونو ظلم نابود کرد. طبیعت اینه. چجوری ظلم نابود کرد؟ این پیغمبرها که همه نازنین بودن، خوب بودن. از این پیغمبر افتاد دست چی حکیم باشی؟ افتاد دست قافله چی؟ افتاد دست تابعین، تابعین، تابعین. حالا میگی ما اون پیغمبر رو یادم نمیاد. پیغمبر خودمون که یادم میاد. آقا پیغمبر افتاد دست چی؟ آقا این همه سورچی عرب و عجم، خلفا، سلاطین. ولی الحمدلله هنوز پیغمبر ما یادش نرفته. همه دنیا میشناسن. مثل این که حالا هنوز ما خیلی کار داریم تا به اونجا برسیم. باز یه چند تا عیسی و موسی نمیدونم اسلام اینا رو باز میشناسیم ما پیغمبراشون. کتابا که رفته میگید قرآن مونده. خب حالا نمیدونیم آینده چی میشه، چجوریه؟ چند تا پیغمبر رو میشناسید با امتاش؟ ابراهیم امتش مگه بگیم ماییم، پدر بزرگ ماییم، چون پیغمبر اصولی بوده ما قبولش داریم. خب عیسی و موسی میگید یه مشتی دارن، ما وقتی چی کوشن؟ اصلا امت دارن؟ امت ها چی شدن؟ کو؟ سلیمان کو؟ اون همه حکومت داوود کو؟ کو؟ شیس کو؟ چی کو؟ همه رو آب برد، تاریخشون هم برد، اسمشون هم برد. ما اسمشون هم نمیشناسیم. چرا؟ ظلم کردن تابعینشون، مردمشون، کت خداهای پیغمبرا ظلم کردن. ظلم خوب و بد نمیشناسه. اگر شما به اسم یه خوبی هم ظلم کنی آب میبره. بذار من سوال دارم میکنم، اگه تونستی جواب بدی. آقا سر 24,000 پیغمبر با 40 تا قانون، تازه این 40 تا هم کو امت ندارن اصلا. ها؟ شیش امتش کیه؟ جرجیس پیغمبر امتش کیه؟ اصلا پیغمبر بوده یا نبوده؟ نمیدونم کی کی؟ اصلا این امتاشون کشن؟ امت ندارن. از این چند تا دین که بگذارید صاحب این یه مشتی رو تو ارز کنم که آبادان میگن ما صاحب این هستیم، یه مشتی رو بگم کجا میگن؟ نه 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 نمیدونم. اگه به این باشه که شیطان هم آقا داره امت، شیطان پرستا، چطور شیطان پرستا موندن؟ همه رو بگردید تو زوری جمعون هم این شیطان پرستا یه خود کم زور میکردن. بله اینا رو باید آب برده باشه. یه فهم زور کیفه کانه عاقبت و ظالمین. ظالمین فقط فرعون که نبوده، بنی امیه کو آب برد. الان بنی امیه نداریم اصلا، ولی اون فاز سوم خوبا میمونه. الان شما مکه که میرید، مدینه که میرید، کربلا که میرید، یعنی جای پای امام سجاد، اینجا چاک پای امام کیکیه پای. با اینکه حکومت دست ظالمین بوده ها، ولی این چون سالم بوده مونده. پس انبیارم که آب برده به خاطر ظلم بوده، منتها ظلم خودشون نه، ظلم تابعینشون بوده. تابعینشون ظلم کردن، پیغمبرم آب برداشت برد. خدا براش فرق نمی کنه. این امت ها ظلم کردن، پیغمبرش آب برداشت برد. آقا چرا ما باید 124,000 پیغمبر؟ حالا بگو 124,000 تا هم نبوده، یه خود کمتر بوده، بالاخره خیلی پیغمبر بوده. 40 تا که خیلی نیست که. حالا اصلا 40 تا 40 تا امت داریم، تمام امت رو آب برده، همش مال ظلم بوده. حالا بگو که شب درازه، چیزی نه، همش 1,000 سال بوده از ائمه گذشته، حالا 1,400 سال گذشته، بذار یه چند هزار سال چه ببینیم این بودن. اینطور که ما باشیم ممکنه اینا هم نمونن، چون اون پیغمبران تابعینشون باعث شدن که پیغمبراشون گم شدن. آقا من دارم سوال میکنم، برید اینجا که بیابون نیست، بوزه نیست،
چرا انبیا گم شدن؟ قرآن جواب میده، میفرماید که فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. من رو قرآن هم رو قرآن میکنم، من نگاه نمی کنم، دارم میخونم. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. پیغمبرم یدک کش کنی، ظلم بکنی، نابود میشه. پس این فقط نیست شداد گم شده، نمرود گم شده، نمیدونم فرعون گم شده، نه پیغمبرام گم شدن. یه بچه ناخلف پدرش هم خراب میکنه. تابعینش کردن، خوباش هم بودن. اسلام هنوز کاری نکرده، این فاز اولش هم نیست، 1400 سال نخود آشی تاریخ نیست، هنوز راحت نیست، هنوز معلوم نیست چی میشه، ما کی گم میشیم. انشالله که آقای امام زمان نمیذاره ما گم بشیم. ولی کی نصارا، کی یهود گم میشن؟ با این وضعی که ما داریم اونا هم گم نمیشن، چون ما هم با خرابکاری داریم گم نمیشن. اگه ما درست بودیم اونا گم میشدن. شما دیدید آقا بعد از انقلاب یه مرتبه آقا سلطنت گم شد، الان کم کم داره آقا گوشی کنار آقا بیزویز میکنه، داره پیداش میشه. یعنی ظلم میبرشون، ظلم میارشون. پس پیغمبرها چرا گم شدن؟ ظلم گم شدن. امتاشون چرا نابود شدن؟ ظلم کردن نابود شدن. ببینید فنظر کیف کان عاقبت و شداد نمیگه، نمرود نمیگه، عاقبت و ظالمین. هر کی میخواد داشته، تابع دین هم باشه ظلم کنه نابود میشه. و اینا آدم های فکسنی هم که نبودن. ببینید در آیه 41 میفرماید در جعلنا هم ائمتا، اینا امام بودن. یدعون الی النار یوم القیامه لا ینصر. آدم های حسابی بودن. شداد یه آدم همطوری بوده، فرعون یه آدم علکی بوده، نمرود یه آدم چی بوده. ماها گاهی برای اینکه خودمونو بالا بکشیم هی دشمنامونو خورد میکنیم، خیلی بده. آقا این خلفای نمیدونم اولی این آدم های مفنگی گیج خلچلی بودن. این گیل خلچل بود امیرالمومنین رو خون نشین کرد. پس امیرالمومنین هم خیلی ضعیف بوده که چهار تا مفنگ خلچل از پادرش آوردن. نه آقا اینا هم خیلی بودن، قدر بودن، حرفه‌ای بودن، جزو پیروزمندان بودن، هر کدوم طایفه داشتن، هر کدوم پیشکسوت بودن. شما برید الان دارن میان حساب میکشن. پیغمبر با مال ابوبکر اسلام رو رشد داد یا با مال خدیجه؟ هر چی داشته گذشته، مال داشته، ایل داشته، طایفه داشته، تبار داشته. ما خیال میکنیم اینه خود مفنگی و زفتی و شلوول و اینا امیرالمومنین زدن. آقا همشون قدر بودن، دمشون گرم، همشون آدم های شداد و نمرود تو جیبشون میذاشتن. شما ببینید دیگه، شما خیال میکنید عایشه کم کسی بوده؟ عایشه اگر الان بود حتما رئیس جمهور آمریکا میشد. اینقدر سیاست مدار، اینقدر انیشتن، اینقدر دانا، اینقدر این زن شالاتان بوده، جلد پیروزمندان بوده. تو دکت العدبا همه جمع شدن پیغمبر رو بزنن، با فصاحت و با بلاغت و با خطبه و با غزل و با شعر و با قصیده همه آقا شروع کردن، رو کردن که بزنن پیغمبر. یک وقت دیدی آقا این عایشه اومد میرقصی، حرکت میکرد، اومد بچینه و زیتون و تور سینی و حوض البلد الامین، شروع کرد آقا
تمام خلاف کردن. یعنی همین وقتینی که ما میخونیم همه خوابشو میگیره، اون خون همه رو پوزه شدن. من در جامعه شناسی اینا رو نوشتم، عایشه خلیفه اول بوده در اسلام، اون خلفا از طرف عایشه خلیفه شدن، همه کارا رو عایشه کرد، او خلیفه اول آخر بوده. الان هم تو اهل سنت که برید هیچ که موقعیت عایشه رو نداره، حتی خلفا. حالا شما برید مکه بگید که قبر حضرت خدیجه کجاست؟ معلوم نمیدون. اما بگو قبر عایشه، آقا میگیره دستشو میبره، آقا میگه اینجاست. خلیفه اول او بوده اصلا، شما باقی تابعین بودن، خودش یک و دو کرد. اینا پیروزمندا بودن. حالا این فرمود فنز رو ببینیم به کجا رسیده. اگر عایشه عظیم نبود، وقت میدیدی چی به سر اسلام میومد. عقدش نسبت به حضرت زهرا به خاطر همین بود. حسن و حسین و محسن و اگه رهاش کرده بودن نکشته بودن، قاسم و تقی و نقی و های چهارده مصنوع از خود حضرت فاطمه می اومد به دنیا. خدا که گفت اعتینا کل کوثر، کوثر این چی؟ دو تا سه تا بچه هم کوثره. اگه حضرت زهرا 50 سال عمر کرده بود، اگه 60 سال عمر کرده بود، کوثر از کجا می اومد؟ آقا حسن و حسین و محسن و قاسم و دو میزی ها دفونزه تا بچه از زهرا میشد کوثر. حالا اینطور نشد، کوثر افقی ایجاد شد، کوثر عمودی نشد. ما بی خبریم از سر و قدر. تو ولایت که رفتیم من اینا رو عرض میکنم چجور شد اینطور شد اونطور شد. بنا بود این نهت اینا کل کوثر خودش. آقا این 20 بچه داشته باشه همه میشن امام پیغمبر چی؟ دیگه با این سن و سال نمیشه. آقا کوثر افقی شد، نسل به نسل شد. پس شما ببینید زرنگا پیروزا خدا میگه نسلشون چی میشه؟ قطع میشه. و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار یوم لا ینصرون و اتبعناهم فی الدنیا لعنه و یوم القیامه هم من المغضوبین. چه پیروزا اینطوری هست. شما برید تمام پیروزها شکست خوردن، ظلم، ستم، بیچارگی. این فاز دوم بوده. فاز اول ضعفا شکست خوردن، فاز دوم پیروزا شکست خورد، فاز سوم که سالما. و انصافا خیلی سخت سالم بودن. حالا فاز سوم که سالمان چجوری هم ممکنه شکست بخوره، ممکنه پیروز بشه. زو حیاته اینه، ممکنه آقا بمونه، ممکنه مشکل پیدا کنه. خداوند انسان رو به سه دسته تقسیم کرد: ضعفا، اقویا، سالما. ضعفا اونطور، اقویا اونطور، سالما. ما نباید دنبال پیروزی باشیم، اگرچه نباید ضعیف باشیم و اگرچه نباید دنبال شکست باشیم. ولی مؤمن چیه؟ اونی که دنبال سلامته. حالا یا شکست یا پیروزی، یا اینطور یا اونطور. آدم یه خورده تو روح خودش خورد چه واقعا ببینه انصافا دنبال پیروزیه یا دنبال سلامته. یعنی اگه بنا شد ما شکست بخوریم سالم بمونیم بهتره، یا نه پیروز شیم ولو سالم نمونیم. چند درصد؟ شب آدم بشین آقا اینا رو بریز رو ترازو، آقا حاضری سالم بمونی ولو شکست بخوری؟ میگه نه من اصلا تحمل شکست ندارم، من اگه شده قیمه قیمه کنم همه رو باید پیروز شم.
خیلی ها این طور هم اصلا قیمه قیمه بکنن باید پیروز بشن. آقا مرغ یه پا داره، خب بشو نبزناه و جنوده و فلیان همش نابود میشه. مؤمن شب و روز باید دنبال این معنا باشه. داریم انسان رو معرفی میکنیم، انسان چجور باید فکر کنه؟ خدای من میخوام سالم بشم، اگه با فلاکت شد، اگه با شکست شد، اگه با هرچی شد، اگه با هرچی عیبی نداره، نوش جونم. اللهم اجعل عاقبت امری خیرا. خدای من میخوام سالم باشم. شد پیروز، نشد نشد، اما ببینه تو دلش چجوره. من میخوام پیروز بشم. برو پدر سلامت. آقا میشه این دسته دوم. حالا یه خورده روش فکر کنیم ببینیم واقعا ما چی هستیم. خودمونا بالاخره خودمون ببینیم چی هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.